دنگی رادیو کردان است لباجیری لاحه دنگی گشتی آزادی خوزیل و دموکراسی خوزیل دولات و کردستان دنگ ادب و هنر و شهرستانیت دنگ آشتی و داد پروری و یکسانی دنگ ولات خامن کردستان لرسان و لکسان دنگ خشکایتی و برایتی گشت مردم زورله کریای ایران و تک تک نیروهایی که با
به عنوان دیگر اندیش از هر نحوه فکری مشمول این کشتار و ماشین کشتار چنین رژیم و چنین سیستم آدمکشی قرار گرفتند، بدون در تداوم کار خودش چنین محاکمه‌ای رو در فردای سرنگونی این رژیم به قاید ارتجاعی فراهم کنه که ما این رژیم رو در حضور خود مردم ایران به جای جنایت در بشریت به محاکمه بکشه. بعد از شما جز شاهدین بود که در لندن شهادت دادید، چه انتظاراتی از این دادگاه داری یا از اون موقع تا به حال چه اندازه این انتظارات اصلا برآورده شده؟ بزرگترین انتظار در امیدی که من داشتم از این دادگاه و کل این جریان این بود که کشتارها و جنایتهایی که در دهه 60 انجام شد سخت تاریخی بشه و به نظر من پای کسی از این هدف به دست اومده و شاید بشه گفت که از هدفش یا ترایبونال فراتر رفته. دروز اگر بخواهی این جمعنمی بودی از دارند دادگاه چی دیمان؟ من هم به نوعات خودم دود از کنم خدمت روزار محترم در دادگاه و بینندگان محترم. اگه بخواهی این جمعنمی کلی از کار تاکنونی یا تریبونال که در ساعت آخر اعلام حکم قضات بینندگی هستیم بکنی، بینید که ایران تریبونال یک حرکت مردمی و یک جنبش کاملا مردمی از یک جنبش دادخواهی شروع شد که فریادهای در گلو خفته رو بتونه جایی فریاد بزنه. اونتا در پروسه کاری خودش حداقل من عنوان یکی از سخنگویان ایران تریبونال، ما با وسعت بیشتری و دامنه وسیع‌تری از فعالیت‌های این فریاد دادخواهی روبرو شدیم. بعد از اجلاس لندن ما متوجه شدیم که چنین کاری رو در دنیا و در تاریخ کسی نکرده. جدا از صحبتی که پرند کرد و خوبی اشاره کرد، جزء اهداف اولیه ما بود که دهه 60 فراموش نشه. ما با شعار نه فراموش میکنیم و نمی بخشیم شروع کردیم. متأسفانه الان اگه دقت کرده باشیم انتظارات بالاتر رفته و این به نظر من نشانه بالندگی این رو میشه. انتظارات الان از دادخواهی به عدالت‌خواهی ارتقا پیدا کرده، بسیار عالی. و کدوم عدالت رو میتوان در سایه جمهوری اسلامی به دست داد؟ بنابراین نامیه تغییر جمهوری اسلامی از چون جنبش‌های و از چون برآیندهای برخواهد آمد. در نتیجه من فکر میکنم از چندین زاویه میتوان به دستاوردهای تاکنونی یا تریبونال قبل از اعلام حکم قضات بین‌المللی اشاره کرد. یکی اینکه برای اولین بار ما نشون داریم، ثابت کردیم، 5 سال 2 ماه فعالیت کردیم، فارغ از هر زندباد و مردباد، فارغ از هر نوع ایدئولوژی و تفکر سیاسی میتوان هدفی رو معین کرد، حول این هدف متشکل شد، آستین ها رو براش بالا زد و دیدیم که میتوان به کرسی نشوند. این حرکتی در نوع خودش حداقل در حد اطلاعات من در تاریخ ایران کم نظیر بوده در تاریخ مبارزات مردم ایران. در مرحله دوم شما دقت بکنید که پژواک گورستان‌های گمنام، پژواک فریاد عزیزان دگراندیش در هولناک‌ترین شکنجه‌گاه‌های مخوف جمهوری اسلامی در تمام دنیا از 18 ژوئن تا 22 ژوئن، از 25 اکتبر تا 27 اکتبر پژواک پیدا کرد. بنابراین این عزیزان نبود. آرمانشون زنده است. به یک جنبش مردمی تبدیل شدند. و ما درست ایران تریبونال درست قلب جمهوری اسلامی رو نشانه گرفت و تیرش به هدف بود. و زاویه آخری که من میتونم باز بکنم با توجه به کمبود وقت میخوام وقت سایر دوستان رو بگیرم، زاویه آخری که من میتونم در این زمینه باز بکنم اینه که شاید خیلی از خودشون سوال بکنن آیا ایران تریبونال بعد از اعلام حکم قضات بین‌المللی به کار خودش پایان میده؟ از پدید روز ما با تعداد زیادی پرونده ارسالی از ایران از طرف خانواده جا
جان سپردگانی که در هیچ جا ثبت نشدن بروشتن. اعتماد توده های میلیونی مردم ایران به یک حرکت، به یک جریان مردم. بنابراین مختصر و مفید من میتونم به این زوایا اشاره بکنم و اینکه حداقل من به عنوان شخص انتظار نداشتم به این وسعت و به این بزرگی این حرکت در بیاد. اینه که به همگی شما عزیزان خسته نباشید، این هم واقعا دست نیست. متشکرم بهروز. خانم بیمن، شما انتظاراتتون برآورده شد انتظاری پیش از برگزاری شکلی ایران تریبونال و بعد این روند دادگاه در نهایت اول دوم داشتیم؟ من درود می‌رسم به همه حضور و همه کسانی که شاهد صحبت ما هستن. قبل از هر چیز میخوام تشکر کنم از خانواده جان سپردگان که در این مسیر ما رو پشتیبانی کردن و در لحظاتی که ما ناامید میشدیم از ادامه این حرکت به ما پشتگرمی دادن و از ما سرانه خواستن که به این راه ادامه بدیم. از دوستان جوانمون که در واقع بازماندگان اون فاجعه از این هستن واقعا سپاسگزارم که دست جوانشون رو در دستهای ما گذاشتن و گرمی بخشیدن و در ادامه این راه ما رو مصرفتر کردن. ابتدای کار واقعا بسیار سنگین بود و ما فکر نمی‌کردیم که حتی تا به این حد پیش بریم و کافی بود که این فاجعه در تاریخ برای ما ثبت بشه و به روش همه جهانیان برسونیم. ولی با استقبالی که این ایران تریبونال روبرو شد، من فکر می‌کنم که این در واقع قدم اوله و این چنین دادگاه‌هایی باید ادامه داشته باشه. همینجور که دوستان بهروز گفتن، این نشون داد که قدرت مردم بیشتر از اینه که تصور میکنن و ما اگر دست به دست هم بدیم از این فراتر خواهیم رفت و به هدف نهایی که برگزاری عدالت حتی در جهان هستش خواهیم رسید. شما فکر کنید که این دادگاه چه تأثیری روی مردم توی ایران خواهد داشت و یا اینکه به طور مشخص چه تأثیری روی خانواده های جانباختگان دهه 60 در ایران یا زندانیان سیاسی دهه 60 توی ایران زندگی می کنند؟ خب امکان این رو نداشتن که در این دادگاه شرکت کنند یا حتی شهادت قیابی بدن. فکر کنید چه تأثیری روی اونها داره؟ ما چقدر محبت کنیم صدای اونها باشیم؟ من هم به حضور سلام میکنم و به بینندگانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن. من فکر میکنم که کسانی که در این دادگاه نبودن و امکان و فرصتشون نداشتن، ما صدای ما بودیم. من فکر کنم تأثیری که این دادگاه گذاشت، اون کشتاری که در دهه سال 60 و شاید ما یک بخش کوچیکی رو داریم از 60 و 67 از کل جنایت 30 سالی جمهوری اسلامی ما فرصت نشد صحبت کنیم. برای اولین بار تونستیم از این تاریخ، تاریخی که در ابتدای انقلاب بود و خیلی‌ها الان بعد از پخش دادگاه اول و حتماً این دادگاه وقتی شهادت‌ها شنیده شد، تازه خیلی‌ها در ایران گفتن که ما نمی‌دونستیم هر روزه صدها نفر رو دارن تیرباران میکنن در زندان‌های متفاوتی ایران، چون به طور واقعی ما شاهدان زنده این تاریخ بود. ما شاهد کسانی بودیم که از عزیزان رو از بغل دست ما بردن و نمیتونن دیگه انکار کنن. این جنایتی که ما با چشمان خودمون دیدیم و اتفاقی که اینجا افتاد، به نظرم در هر دو دادگاه ما شاهدش بودیم و برای من دوباره خیلی واقعا از یک روحیه دیگه گرفتم که به جمهوری اسلامی نشون دادیم با تمام شکنجه‌ای که میخواست انسان‌ها رو بکنه، با تمام فشارهایی که آورد،
ما تو این دادگاه ها فهمیدیم و مردم ایران به مردم ایران نشون دادیم و مردم ایران به نظر به دنیا نشون دادن که انسانیت جمهوری اسلامی نتونست از اون بمیره. انسانیت سر جاش هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی هست ما مبارزه رو ادامه میدیم با تمام شکنجه هایی که کرد. تو این دادگاه و دادگاه قوی انسانیت به نظرم پیروز شد و انسانیت نشون داد میتونه و ادامه میده تا زمان دادگاهی وجود داره این مبارزه، تا زمانی که به طور واقعی در تمام دنیا به نظر نشون داد مبارزه جریان داره تا جنایتکاران به پای این محاکمه بکشن و به نظرم این دادگاه نشون داد این دو دادگاهی که داشتیم به نظر این ویژگی مثبت این دادگاه بود و کلن حرکتی که اینا ترمال کرد و یه تاریخی رو به نظر تاریخ کشتار یک کشتار بخش کوچکی به نظرم چون 33 ساله همین الان که ما نشستیم از دادخواهی سال 60 و 67 داریم صحبت میکنیم همین هفته ها دارن در ایران اعدام میکنن و ما یه بخش کوچکی گفتیم و باید این دادخواهی رو ادامه بدیم. متشکرم. مسئله از تاثیرات این دادگاه روی خانواده جان باخترمان و زندانیان سیاسی در پرسی اجازه دیدیم رو ادامه بدیم این تأثیرات و قیامت هاش رو در عرصه بین‌المللی بپرسیم از اردان. من فکر میکنم یه روزی که جمهوری اسلامی شروع کرد، یعنی شروعی درش نمیشه باشند، در همون لحظه که روی بار اومد دست به کشتار زد. برای کشتار به اوج خودش در دهی نیست که داریم برایش دادخواهی کنیم و اینجا هستیم. با کمک سکوت اونهایی که چنین رژیم رو روی سر مردم ایران کاشتند، جهانیان خبردار نشدند از فاجعه‌ای که بر کل مردم رفت. به همین دلیل کشتار ادامه پیدا کرد و در تی این دادرسی هایی که ما ها داشتیم در هر دو پروسه این دادگاه مردمی شما صحبت های گوناگونی شنیدید، از جمله اینکه کیا بودن، خیلی سوال میکردن کیا بودن، شکنجه میکردن، دادستان ها کیا بودن، دادیار ها کیا بودن، و بدون اینکه چهره های گوناگونی که شما دیدید با هم دیگه تبانی کرده باشن همین یک جواب مشخص میدادن که وکیل نداشتیم، دادگاه یکی دو دیگه این بود و قضات تعجب میکردند با گوناگونی طیف مختلفی که اینجا آمده بود، یه سوال یکسان بود، جواب یکسان بود و اما یه چیزی رو خود من هنوز در حالی از ابهام برای من باقی بوده، وقتی میبینم گروپ سوی جهانی رو صحبت بکنیم، عوض کردن چنین سیستمی که با این ماشین کشتار کما فساور به ادامه این تبرخش ادامه میده باید به این نتیجه دست پیدا کرد. جدای از جنایت علیه بشریت، رژیم جمهوری اسلامی رژیم لاجوردی ساز و حاجی داود رحمانی ساز و الی آخر هست. یعنی شما این خرمهره را عوض میکنید حتما اینا جای افراد دیگری سر جاش میشونید. بنابراین شما با یک سیستم کشتار که سیستماتیک دست به چنین اعمال وحشی علیه زده مواجه هستیم. بنابراین وقتی که رو به سوی افکار عمومی جهانی صحبت میکنیم چگونه میشه اینا رو آگاه کرد؟ آنچه که بر ما گذشته، من نکات بسیاری رو از اونایی که کاوش میکنند در امر کشتارهای جمعی این چنینی و جنایت علیه بشریت من دیدم که نزدیکترین کشورهایی که دوربر کشور ما هستن، ترکیه، اون ورده به خود میدلیش، فلسطین، آدم های محققی که کاوش کردن، خود زندانی هم سیاسی و خود خانواده هاشون خبردار نشدن که چی میکشتاری اینجا شده. نتیجه میخوام از این بگیرم که اگه این پرتو افکنی، یعنی این نور افشانی روی این جنایت صورت نمیگرفت و همین شعار درست و اصولی که ریشه داره، دوست ما به درستی اون رو باز کرد، نه فراموش میکنیم، معلوم چون که فراموش نکردیم،
رژیم کاری که میخواست بکنه میخواست فراموش بکنه. کسی فراموش کرد؟ اگه فراموش کرد بس این جمعیدی که اینجا نشسته چیه؟ بس اخبارومی که اومده دنبال بکنه قضیه چیه؟ و نخواهیم بخشی بدلیتی که جنایاتی که بر ما رفته هر کدام هر گوشه ای از این کافیه. واقعا ما بارها شاهدیم که شاهد تأثیرات گوناگون حتی خود هیئت قضات و خود هیئت وکلا و هیئت عمران و دادستان ها بودن که درجه شقاوت رو وقتی میشنیدن و تأثیری که ایجاد میکرد خودشون هم تا حدودی از کنترل تا حدودی تمام تلاششون که خارج بشن ولی از خودشون هم بر این نوع شقاوتی که بر ما رفته بر نوع انسان و انسانیت رفته. به هر رو من فکر کنم که تا همین جا به همین دلیل این پرداخت یعنی حد درش این است که افکار عمومی جهانی باید آگاه بشه. به همین دلیل است که وقتی یه مثال خیلی ساده میشه زد، شما وقتی که صحبت از پینوشه میکنید برای نیرویی که پشت اون تونست پینوشه رو چهره پینوشه ها رو به جهانی هم بشناسونه همین تلاشایی بود که ما داریم انجام میدیم برای اون نتیجه اون تلاشای گسترده مردمی که تو جای دنیا انجام گرفته و به نظر من یک لحظه چنین مستعدان و استعدادها رو نباید تنها گذاشت که دستشون برای چنین جنایتی باز بشه و تداومش بتونه یه جا متوقف بشه و ما این کار رو حتما با کمک همین دادهای مردمی و تداومش به شکل گزارتن جنبش های مختلف و متعدد مردم ایران حتما خواهیم کرد که ما را جبران آزادی نیست. همجان من تو از نسلی هستیم که توی دهه شصت خیلی کوچیک بودیم در نسل و از اون نسلی که توی دهه شصت قربانی این جنایت وحشتناک شد پدران و مادران ما و عموها و خالها و عموهای ما بودن. فکر میکنیم واقعا چقدر مهمه که هم نسلهای من تو و نسل بعد از ما بدونن که توی دهه شصت چه اتفاقی افتاده. به نظر من اهمیتش خیلی زیاده. جنایت های جمهوری اسلامی ادامه داشته و تا الان هم ادامه داره، ولی به خاطر حضور خبرگزاری ها و اینترنت و ایمیل و غیره نسل ما بیشتر آگاهی داره به جنایت هایی که الان اتفاق میفته و از چند سال پیش اتفاق افتاده. متاسفانه تنها کسایی از نسل ما اطلاع دارن از جنایت های دهه شصت کسایی که مستقیما درگیر بودن، نظر خانواده‌هاشون از دست دادن، در زندان اوین بودن، برای ملاقات می‌رفتن و اتفاقاتی مثل این جلسه دادگاه الان این آگاهی رو ایجاد می‌کنه تو نسل جدید که هیچ این جنایت های جمهوری اسلامی منحصر به الان نیست، از روزی که انقلاب شد شروع شد و تا الان ادامه داره و به این جنبش های مردمی که الان داره اتفاق میفته کمک میکنه که بفهمن جمهوری اسلامی نسل پشت نسل سلامه زده و هنوز هم ادامه داره. به نظر من خیلی مهمه ایجاد آگاهی. من ادامه دارم با برد در این آنتریمان زیاد صحبت میشه پیامدهاش، تأثیراتش حوزه داخلی بین‌المللی. یه عرصه دیگه روابط گفتمان ها توی جهان امروزه. میکنید که ایران تریبونال موفق شده این گفتمان تبدیل بیاره یا کمک بکنه تبدیل بودن گفتمان ضد اعدام، ضد شکنجه، گفتمان عدالت های گفتمانی که هیچ جنایتکاری نمیتونه از مجازات فرار کنه. به نظر من چون بسیار منحصر به فرده این به این هدف رسیده. من یه مثال شخصی براتون زمان در کانادا زندگی میکنم. بسیاری از دوستان هم غیر ایرانی هستن، فعالای با بشر غیر ایرانی یا انسان های معمولی کانادایی که و از وقتی که خود من آگاه شدم از فعالیت های ایران ترایبینا و این اطلاعات رو به اونا هم دادم آگاهیشون نسبت به جنایت هایی که توی ایران اتفاق افتاده برای علیه حقوق بشر، برای علیه قومیت های مختلف، اعتقاد های مختلف، حالا مهم است که دلیل چی بوده، فقط جنایت حقوق بشر بوده، این آگاهی تو
جامعه جهانی به نظر من خیلی بیشتر شده. کم کم دارن مردم دنیا لااقل در دایره تاثیر ما، اشخاصی که مستقیم با این جریان ارتباط داریم، آگاهی داره ایجاد میشه که ایران در اون دوره سیاه چه اتفاقایی افتاد. نظر من خیلی تاثیر مهمی داره در جامعه جهانی و بیشتر هم خواهد شد، برای اتفاق خیلی منحصر به فرد بود. بهروشان، فکر می‌کنی با توجه به این مسئله که این دادگاه قدرت اجرایی نداره، چند تا از اهداف دادگاه رو البته برشمردی اول صحبت اشاره کردی، ولی فکر می‌کنی چه اتفاقی می‌افته اگر قضات الان بیان بیرون و بگن خودتون به جنایت علیه بشریت بدن و بگن که چنین چیزی اتفاق افتاده توی درگیش هست؟ فکر می‌کنی چه تأثیری داره این بود روی مردم ایران و روی مردم دنیا هست؟ من نقطه‌ای که به نظر بسیار مهمه در این مورد باشتش حتما اشتباه بشیم که اولا من واقعا امیدوارم که این قضات بعد از شروع قضاییشون بیان اینجا و در این پانل پشت سر ما به جهانیان اعلام بکنن و به همه این دوربین ها اعلام بکنن که جمهوری اسلامی در دهه 60 از خرداد 1360 تا پایان تابستان 1367 ده ها هزار انسان رو به اون شیوه فجیعی که نزدیک به 100 نفر شاهد هم در لندن و هم در راه تشریح کردن از بین برده و جنایت علیه بشریت انجام داد. من به این امیدوارم به این نتیجه برسم. و اما ارزش این چیه؟ بلکه این ارزش رو باید از چند زاویه دید. اگر از ارزش قضاییش رو خواهیم صحبت بکنیم، اینایی که در دادگاه ایران تریبونال نشستن اینا برجسته‌ترین چهره‌های حقوقی دنیا هستن. یعنی بشریت این انسان‌ها رو در خیلی جاها پرورش داده، در طول یک تاریخ بسیار طولانی. کسان اینجا هستن که آپارتاید آفریقا رو برسید، کسانی اینجا هستن که در مورد آرژانتین، در مورد آمریکای جنوبی، در مورد بسیاری از جنایات مشابه جنایت جمهوری اسلامی در چارگوشه دنیا اطلاعات وسیعی دارن و از لحاظ قضایی اینا انسان‌هایی هستن که دارای صلاحیت کامل هستن. بنابراین از لحاظ قضایی، هرچند من سواد حقوقی ندارم، اما از لحاظ قضایی من فکر نمی‌کنم این حکم با حکم هیچ دادگاهی در دنیا قابل مقایسه باشد. از لحاظ دقت قضایی و دانش قضایی که پشت این حکم خواهد، از لحاظ تأثیر این حکم با این وزن قضایی بخواهیم شما صحبتشو بکنید، من فکر میکنم تمام طول تاریخ بشریت ثابت کرده اگه جنایتی رو یک بار اتفاق افتاد، افشا کرد، سندسازی کرد، به آگاهی عموم رساندی و به قضاوت وجدان آگاه عمومی گذاشتی، این یکی از سوپاپای اطمینانی که این جنایت در آینده تکرار نخواهد شد. اتفاقا یکی از اهدافی که جمهوری اسلامی تعقیب میکنه که دهه 60 فراموش بشه فقط ترس از بی‌آبرویی نیست، برای اینه که هنوز سلول قبر رو داشته باشه، هنوز شکنجه روز قیامت رو داشته باشه، یعنی بتونه دوباره تکرارش کنه. و اتفاقا ما به عنوان ایران تریبونا دقیقا اونجا رو نشونه گرفتیم، در سطح وسیع با تمام جزئیات افشاش بکنیم که بار دیگر تکرار نشه. و اما از لحاظ اجراییش این یک جنبش مردمی، یک دادگاه مردمی در نوع خودش منحصر به فرد و در این شکل و شباهت برای اولین بار داره تجربه میشه. حد اقلش اینه که فردای به گور سپاردن جمهوری اسلامی، جلادان جمهوری اسلامی ثروت این ملت رو که به قتل رساندن در ساکهاشون نمی کنن و به خارج از کشور دارن، در دادگاه های مردمی در حضور جهانیان اسم از اینا آورده شده، جنایاتشون افشا شده. بنابراین
این حکم اجرایی در دست مردمه، مجری جنایات، مجری این حکم که جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت کرده، توده های میلیونی مردم ایران که باید جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ بسپارن. این اصلاح بشو نیست، به هیچ وجه این حکومت اصلاح بشو نیست. همونطور که اردوان گفت، من در پایان این رو فقط اضافه بکنم، جمهوری اسلامی بعد از چند هفته به سر کار آمدنش نوروز خونین 58 سرندج و تا همین امروز و تا همین دقیقه که ما اینجا در واقع نشستیم در شکنجهگاه‌هاش و در سیاه‌چال‌هاش داره دیگر اندیشان رو از بین می‌بره. یعنی این فریاد دادخواهی به عدالت‌خواهی تبدیل شده، عدالت‌خواهی مؤثر نخواهد شد اگر جمهوری اسلامی رو به زباله‌دان تاریخ نندازیم. متشکرم. خانم پدر، این کتاب در این حال دستاوردهای متعددی داشته باشه و داشته بعدش نام بردن. قدرت اجرایی برای به مجازات رسوندن آمران و آملان این جنایت رو نداره. به شما چه احساسی یا به چه من فکر میکنم که جواب این سوالتون به دوست دارم که موجبیه این حکم در واقع مردم ایران هستن و وقتی که این حکم اعلام بشه و ایران محکوم بشه به جنایت علیه بشریت و در حضور اخبار این جهان این جنایت اثبات بشه، در آینده نه چندان دور من مطمئنم که این حکم اجرا خواهد شد و همینطور این قدم اوله و این نشون داد که ما میتونیم و این تونستن به ما این انرژی رو میده که قدیتر پیش بریم و تا زمانی که حقمون رو نگرفتیم و تا زمانی که خونه کسانی رو که از بغلس ما بودن و بدون محاکمه بدون دلیل به خاک و خون نشوندن، حتی نشانی از گورستان‌های اون بر نمی‌تابند که واقعا اینه، اینا فکر می‌کنن که جواب این رو خواهند داد. در مرحله اول این دادگاه که در لندن تشکیل شد، عکس العملی که رژیم نشون داد به ما فهمید که این حرکت ما مؤثره و اونها برای اولین بار بعد از انجام این جنایات قبول کردن که این جنایت انجام دادن. من در طول حدود 10 سالی که توی زندان بودم مدام تو تمامی زندانها به ما میگفتن که ما همه شما رو میکشیم و هیچ کس خبردار نخواهد شد. ما جزو کسانی هستیم که وقتی نماینده حقوق بشر کالین دوکل اومد جلوی ما پیاده بشیدن که ما رو نبینیم و ما جنبه دروندگان همین جنایت هستیم و ما از پشت همون تیره در مهمم و در مقابل دادگاه دیدیم که در تردیل و داریم بودیم که این تیره ها و حتی دیوات های بسیار بزرگتر از این هم نمیتونه این جنایات رو از دید جهانی و ما نمایندگان کسانی هستیم که بدون اینکه بهشون اطلاع بدید که ما داریم شما رو به قتلگاه میبریم، دست جمعی و ناجوانمردانه همه در گروههای دست جمعی انداختیم و مثل لاشههای حیوانه با شما ما این مسئولیت رو داریم، این رسالت رو داریم که حالا که تونستیم از پشت اون دیوار بیاییم بیرون، حالا که تونستیم برخلاف خاص اونها فریاد بزنیم که ما هستیم، من فکر میکنم که این بی‌تأثیر نخواهد بود و کسانی که عناصر اعلام میشن و
نسل جدیدی که به ما می‌پیونده و من مطمئنم که به ما می‌پیونده همچنان که در مسیر راهی که ما پیدا اینها به ما در اون دلگرمی دادن و راه ما رو روشن‌تر کردن من اطمینان دارم که همینها جمهوری اسلامی رو به صدای امانش خواهند رسوند و در شاید که موقع ما نباشیم ولی کسانی هستند که این حرکت ما رو ادامه بدن. برای اینکه همین بحث برای این مثل جان به نظر شما عدالت چطوری برقرار میشه؟ این دادگاه آیا میتونه به برقراری عدالت کمک کنه؟ و اگر میتونه به چه شکلی؟ اتفاقا سوال خوبی کردیم. من فکر کردم که باید یکی از نکات مهم، یکی از دستاوردهای دو دادگاهی که برگزار شد سرش صحبت کنیم همون مسئله این که آیا ما انتقام جویی میخوایم بکنیم؟ آیا بحثی که همیشه از ما و از من مشخصا به عنوان یک خانواده جان باخته، چون هم از زندان سیاسی سابق رژیم و هم سه تا از اعضای خانواده‌ام از دست دادم، همیشه از من سوال میشد که آیا تو میخوای این کسایی که عزیزای تو و دوستان و یاران تو رو اعدام کردن اعدام کنی؟ من همیشه میگفتم نه، ولی همیشه من بودم که میگفتم نه و حتی در مصاحبه های تفتگی که دوستان ما میگفتن، ولی این دادگاه پیام داشت، همه تو صحبت هاشون پیامشون بحث رو روشن کردن که بحث ما انتقام‌جویی نیست، بحث ما روشن شدن حقیقته، بحث ما مسئله عدالته، بحث این که این جنایت باید بیاد بود و اگر رهبران جمهوری اسلامی که این جنایت رو کردن تو دادگاه بیان بحث ما نیست که برای اینا رو اعدام کنیم، چون از نظر من شخصا اعدام میاره. اگر رهبران جمهوری اسلامی اعدام خواهان اعدام اونها باشیم بلافاصله بعد از اون برای افکار و به دلایل متفاوت انسان رو اعدام میکنن و برای همین که ما زمانی به عدالت میرسیم در جوابی که اعدام نباشه، ما خواهان اعدام نیستیم، ما خواهان روشنگان حقیقتیم، ما اینکه چه فجایعی تو دهه تو این دهه افتاد باید اینها، من فکر میکنم ما تو دادگاه بیش از 100 نفر برای شهادت دادن ولی هنوز چیزهایی رو باز شاید ما نمیدونیم که وقتی که خودشون با این مهاد میبشینن و از اون صحبت بکنن چه کارهایی که کردن، چون ممکن بود ما متاسفانه از خیلی از زندانهای ایران اینجا شاهدی نداشتیم، هرچون به نظر من در این دادگاه خیلی تحت پوشش قرار گرفت، از عادل‌آباد شیراز، از زندان رشت، از زندان قرهرش، ولی ممکنه در خیلی از زندانها ما هنوز کسایی رو نداشتیم که بیان و بگن چه اتفاقاتی افتاده و این دادگاه به نظر من این هم پیامی بود برای مردم، پیامی بود برای نسل جوان، چون نسل جوان هم خواهنه بود به نظر من، نسل جوان هم خواهنه، برای که این یک جنبش خیلی عظیمی علیه اعدام در ایران وجود داره و داره برای علیه اعدام مبارزه میکنه و ما نسلی که واروانی بودیم، ما نسلی که عزیزانمون از دست دادیم و تمام یاران دوستانمون، ما هم گفتیم ما هم خواهنه عدالت بدونید هم هستیم. تشکر مثلا خب ما این نزدیک میشیم که اعلام حکم نهایی و سوال باقی میمونه اینکه فردا چه خواهد شد؟ ایران تریبونال ادامه پیدا خواهد کرد؟ چونه؟ الان سوال پایانی برای این پنل سوال گرفتیه. تو سال 2007 وقتی که تو جمع اردوی خانواده‌ها، خانواده زندانیان سیاسی و عزیزان جان به در برده از چرخنده‌های رژیم که سال یک بار انجام می‌شد، این رسالت رو باید شدن که به چنین حرکتی رو آغاز بکنن، اولین سوالی که پیش اومده بود چیزی مشابه همین بود، اینکه این کاردار هم می‌خواد مثل تمام تلاش‌هایی که دوستان مشابهی انجام دادن توی نیمه راه متوقف بشه
اگه قرار بشه بهتر انجام نشه. بعد خانواده هایی که بیش از 150 خانواده بودن بررسی کردیم، دیدیم از پتانسیل بسیار بالایی برخلاف دوای گذشته ازش برخوردار که این پتانسیل به ما این نهی رو میزنی که این تداوم با این درجه از پتانسیل بلا شک ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه در پاسخ خیلی کوتاه به سوال شما به اینجا رسیدیم، همین چیزی که الان در بازی صحبت میکنیم و علارم تمامی سختی راه که خیلی از دوستان و فعالی کارزار اومدن و واقعا فکر کردن به اینجا نمیرسه، چون خود ما هم فکر نمیکردیم به اینجا برسه، رفتن ولی از دور و نزدیک شایدن که رسید و دارن میان دوباره دارن میان. این که تداوم این اگه بخواد به کجا بکشی روندش چجوری خواهد شد، باز برمیگرده به کل مجموعه‌ای که مخالف و موافق شاهد این مجموعه کارزار و فعالیتاش بودن و خودشون میتونن بذارن، یعنی توی ترازویی که به لحاظ وجدان‌های خودشون و تمامی اتهام‌هایی که از این برابر زده شده و همه‌شون هم به خودشون برگشته میتونن شاهد این بشن که هر چیزی که گفته شد علارم بدون مدرک و با هر سند و اینا هر کی میتونه در هر جای صحبت بکنه یا نه، مسئله ما نبوده. مسئله ما این بوده که نیرویی رو نشانه گرفتن که از خود خانواده‌هایی هست که عزیزانش رو از دست داده و هر کدوم از ماها میتونیم یکی از اونها باشیم که توی خاوران‌ها و لغاتی که رژیم منفور جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه، لعنت آباد و کفر آباد و الی آخر، یکی از اونها میتونیم باشیم و عکس هر کدوم از ماها رو بزنن و یک گلسرخی هم زیرش بزنن که یاد فلانی بخیر. نه، ما همینجا هستیم. خیلی هایی که بیرون هستن میتونید زنده بودنشون رو دریابید و الان باید اینجا میبودن و یا اگه نبال میکنن تداوم این رو میتونن تضمیح بکنن و به یک جنبش فراتر و یک جنبشی که به گستردگی مردم ایران هست که همان جنایت علیه بشریت هست رژیم رو به جایی که باید بینشونن حواله بدن. شکرم آدم عزیز. به نظر میاد که دادگاه داره ادامه پیدا میکنه. من الان تیم دادستانی رو میبینم که وارد سالن دادگاه شدن. نمیدونم دوستان عزیزی که اطلاع دارن ما هنوز آیا وقت داریم میتونیم ادامه بدیم؟ میگن میتونیم ادامه بدیم. بینندگان عزیز زحمت شما هستی با ادامه میزنیم. هر جان فکر میکنیم همسرانی ما رو تو که الان از این مسئله خبردار شدن یا حداقل توی ابعادی آگاه شدن از مسائلی که توی در این شخص اتفاق افتاده باید چه برخوردی بکنن یا من تو چه پیامی داریم به اونها که اومدیم و گفتیم که چه اتفاقاتی افتاده و ماها که بچه های نسل به خاک کشیده شده در این شخص هستیم چه چیزهایی تجربه کردیم تو تقبل چطوری برخورد کنن هم نسلهای ما و نسلهای بعد از ما به این مسئله یکی اصلا پیام تو چیه بهشون پیشنهادی که برای همنسلان ما دارم که همینطور که خودشون آگاه میشن که آگاهی رو گسترش بدن با آگاهی که شده که باید کاری گرفته میشه. همین بس سوالی که پرسیدم با قیروز هم تر خبر دارید و دست مداران ایران تریبونال بوده آخه پیش از تو قیروز در این راه مثل خسته میکنه خیلی زیاد منطقه مقاطعی که واقعا به فکر میکردیم دیگه راه پس و پیش نداریم حفظ استقلال سیاسی و مالی ایران تریبونال برای ما خستگی های وحشتناکی در بر داشت. برای ما در برگیرنده شهر نخوابی ها، دلهره ها و اضطراب های فوق العاده طولانی بود. همونطور که اردوان اشاره کرد تعدادی از بهترین یاران ما، من قشنگ یادمه، این جمله شون این سنگ بزرگتر از اونی که ما بتونیم بلند کنیم، هرچند واقعیت و کار خوبی ولی ما دیگه نمیتونیم. ولی ما اون ما موندیم و انرژی که میگرفتیم تقریباً حرف قشنگ میزد از مردمی بود که باشون در ارتباط بودیم. من هر پرونده رو که میخوندم که برای شهادت احتمالاً حاضر باشه و هر سرنوشت هر زندانی سیاسی رو یا در دل هر خانواده جانسپرده‌ای رو که میخوندم خستگی‌ام یادم میرفت.
ناامیدیام و سعی کردم جلوش رو ببینم، چون من نه زندگی در سیاسی بودم در دهه 60 و نه در دهه 60 در سیاست‌های جمهوری اسلامی کسی از اعضای خانواده من دست داد. من به عنوان یک فعال سیاسی در این اقدام شرکت کردم، ولی مسیر بسیار پرپیچ و خمی بود، بسیار فراز و فرودهای بسیاری داشت. کوچکترین مسئله میتونست برای ما، کوچکترین روزنه میتونست برای ما هلهله و شادی رو بالا بیاره و همیشه با کوهی از مشکلات رو مخصوصا مشکلات اینکه بتونی این استقلال سیاسی و مالی ایران تریبونال رو حفظ بکنی. و من واقعا سربلندانه اینجا به همه دان اعلام میکنم که جنبشی چنین مردمی و تا این درجه و تا این حد از عیار مردمی برخوردار بودن رو من در کتاب ها خوندم. واقعا خب الان تقریم پرسش همچنان باقیست. ایران تریبونال فردا کارش ادامه خواهد داد یا نه؟ الان میدونم احتمال شاید این بحثش هم باز باشه، به شکل‌های مختلف بشه در موردش صحبت کرد. شما نظرتون چیه؟ جواب این سوال رو با یک توضیح خیلی کوتاه میدم که با توجه به جنایتکار بودن جمهوری اسلامی و مرز نداشتن جنایات این حکومت جهل و جنایت، جنبش‌های متعددی در ایران وجود داره. شاید در کمتر کشوری در تاریخ معاصر در دنیا بتونی از این تعداد جنبش های مردمی برخوردار بشه. جنبش مردمی علیه اعدام، جنبش مردمی علیه اعدام کودکان، جنبش مردمی علیه خوشی زنان، نمیدونم مادران خاوران، مادران پاکلاله، جنبش معلمین، کارگران، نمیدونم سندیکاها، اتحادیه های کارگری، جنبش ملیت های مختلف. ما این حرکت رو من فکر می‌کنم در پروسه خودش و امروز و بعد از اجرای این حکم نمی‌توان زمین گذاشت. چرا؟ چون این لاجرم یک جنبش اجتماعی یکی دیگر از جنبش‌های اجتماعی ایران اضافه شد و این جنبش‌های اجتماعی حکمان تا به گورستان تاریخ سپاردن رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. و جالب بگم تو که در آخر شعار صحبتام گفتم از یک جنبش دادخواهی به یک جنبش عدالت‌خواهی که مسئله به خوبی بهش اشاره کرد تبدیل شده. جنبش عدالت‌خواهی الان در دموکرات‌ترین کشورهای دنیا وجود داره. باشه. باشه. من از به نظر من شما خیلی ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم. من اجازه میخوام که از این فرصت کوتاه استفاده کنم. تعدادی از شرکت کنندگان در دادگاه اینجا حضور دارن، همه نه، خیلی ها بیرون سالن هستن، اما تعدادی از شرکت کنندگان اینجا حضور دارن. من چون نمیتونستیم پنل رو خیلی بزرگ کنیم به هر حال اینجا، ولی خیلی نشستن. اگر کسی از شما عزیزان نظری داره که فکر میکنه الان جایی گفتن چیزی در مورد ایران تریبونال و این تجربه دوست داره که بگه، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم که بشنویم این تجربه رو. ایشون اول همه دستشون رو بلند کردن، من چند نفر دیگر هم میدونم. اگر وقت باشه چشم با تمام به دوستان عزیز من باید برم یا ایشون رو دعوت کنم به طرف میز. شما محبت کنید تشریف بیارید. من فریده آرمان هستم و همسر اول من مهدی نیرشاه‌زاده در زندان اوین اعدام شد و همسر دومم غلام کشاورز در مقابل چشمان من و در مقابل چشمان مادرش به گلوله بسته شد توسط مأمورین جمهوری اسلامی در همکاری با سفارت جمهوری اسلامی در لارنکا در آگوست 89. من خیلی خوشحالم راستش از اینکه یه همچین اقدام تاریخی و یه همچین اقدام زیبایی در صورت میگیره که مردم بتونن بیان و حرفاشون رو بزنن و این رازی که سعی کرده جمهوری اسلامی نه همطوری مخفی نگه داره باز بشه، این زخم باز بشه و مردم دادخواهی خودشون رو بیان بگن. واقعا با خودم فکر میکردم، میگفتم اگه مردم ایران امکانی نداشتن که بیان به لاهه در این دادگاه شرکت کنن، این شهر جوابگو نبود، این شهر جوابگوی اون
اینها آدمی ندارن که داغ دارن و از این جمهوری اسلامی به دلشون به درد اومده و زخم خوردن، عزیزانشون از دست دادن، جای تک تک اون عزیزان، جای تک تک اون مادران و جای تک تک این خانواده‌هایی که میتونستن اینجا باشن خالیه. و من خیلی خوشحالم از این همچین اقدامی و تشکر میکنم از تمام گردانندگان این اقدام. ما هم شما شکریم. وقت داریم هر روز میتونیم سه درده خواهش میکنم. خب مذارت میکنم، مذارت میکنم، ببخشید، بفرد خواهش میکنم. بینندگان عزیز گوزش میکنم، اشکال از من بودنی در دوست عزیزتون. مرسی. من اسم فرشان حسینیه، خودم زندانی سیاسی در شست بودم و برادر این جایدان که اتاق شده در سال شست بودم. ایران سگونال و تجربهی که داشت نظر من فوق العاده تجربهی مهمیه و تو اداره و ادامه و بستش اون چیزی که به نظر من بیشتر اهمیت داره اینه که ایران سگونال رو باید بود تو خانه های مردم تو ایران، باید تک تک کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن، از عمه هاشون بپرسن، خاله هاشون، دایی هاشون، پدر بزرگاشون، مادر بزرگاشون، و تو هر خونه ای با یه دوربین توی یوتیوب ایران تریبونال رو بکشن به تمام خونه هایی که قربانی جنایت های جمهوری اسلامی شده. ایران تریبونال نباید فقط توی سال اون دادگاه باشه، ایران تریبونال و محاکمه جمهوری اسلامی باید کشیده بشه به خونه میلیون ها نفر. و من اینو از شما، از کسانی که این برنامه رو می‌بینن و کسانی که از ایران شاهد این ماجرا می‌خوام که به هر شکل ممکنی هیچ چیز رو تو دلتون نذارید و هر کسی، هر ذره جنایت، هر ذره شاهد، هر ذره جنایت از جمهوری اسلامی بوده، حتی تو کنج خونه هاش، حتی با فیلم، با عکس، با گزارش، با یوتیوب، به هر شکلی اینو اعلام بکنه و بذارید که ایران تریبونال تبدیل بشه به جنبش عظیمی که تمام مردم بس بشه به خونه های مردم و به دادخواهی مردم در سراسر ایران. من عباس مزارکی هستم. در زمان شاه جمهوری چهارده سال زندان بودم، به عنوان اوقات میخواستم بیام سوالات آمریکی اقدام کردم و باید بیمستم. من خیلی کوتاه بگم که یکی از کارهای بسیار بسیار پرارزشی که ایران تریبونال کرد مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی، رژیم جنایات اسلامی. با این مستندسازی ما میتونیم امیدوار بشیم اگر توان این را نداشته باشیم که جمهوری اسلامی در سالهای زیر آینده بزیر بکشیم، اگر جمهوری اسلامی با کمان تعصب و تعصب ما 20 سال 30 سال دیگه بزنیم که ادامه بده، یک زمانی بالاخره در آینده نمیدونیم که، ولی یک زمانی بالاخره یک حکومت مردمی در ایران تشکیل خواهد شد. در اون سال که این حکومت مردمی تشکیل میشه مادرهای جامعه خودبان ما قطعا رفتن، همگی مردن، حتی خواهرها و برادرها هم ممکنه تا اون موقع مرده باشن، ممکنه بچه های اونا مونده باشن، فقط همونا هستن و اونا خیلی کم میتونن این همه جنایات رو که شما شنیدید، بخش شدی که ادامهشون رو شنیدید، منعکس بکنن. ولی مستندسازی که ایران تریبونال در این دادگاه کرد، این مستندسازی ها تا صدها سال دیگه باقی خواهد ماند. هر زمانی که در ایران یک حکومت مردمی تشکیل بشه، این مستندسازی به عنوان منبع رجوع، مرجع اون دادگاه خواهد بود و اون دادگاه این گواهان رو گوش خواهد داد و حکم عادلانه رو در مورد جمهوری اسلامی صادر میکنه. و از این لحاظ من به تمام گردانندگان ایران تریبونال هستم. من واقعا توان هیچ کاری نداشتم، کاری رو نکردم، فقط اومدم شرکت کردم و ابراز همبستگی بوده. من به تمام اعضای فعال ایران تریبونال واقعا شادباش میگم، تبریک میگم که یک چنین اقدام بزرگی، یک چنین اقدام عظیمی رو به منصه جمهور رسوندن. سلام میکنم با حاضرامون و همون که بینندگانی که این رو میبینن. من نشتر فتحی هستم، از اهل آمونم. در سال شست تا شست و دو در سه نوبت دستگیر شدم و زندان بودم. موقعی که چهارده سالم بود تا شونده سالگی. بعد از این معرفی میخوام بگم که واقعا حرکت ایران تریبونال برای من
خیلی امید بخش هست. من میخوام خیلی تشکر بکنم از دست اندرکاراشون و همینطور در ادامه برای ادامه این چیز من تأکید میکنم رو حرف دوست عزیزم فرشاد حسینی که این رو باید ببریم تو خونامون. من شاهد بودم جلوی چشمم دوستم رو که همسن من بود با کابل‌های به قطر انگشتای دستم با چهار کابل همزمان می‌زدن. این کابل‌ها گره زده بود و سیمای افشان داشت. تا ماها ما از بدن دوستم سیم برق رو بیرون می‌آوردیم. من شاهد بودم صحنه‌هایی که به هر حال الان هم فرجه نیست، همزمان نیست و من مطمئنم مرسده خانم گفتن که هستن زندان‌هاش شاهدینی که اینها رو بیان نکردن و باید بیان بکنیم و نهایتا این رژیم با تمام جناش با تمام دستندرکاران و عامرانشون جلوی میز عدالت بیاریم. و همین من تشکر میکنم بازم از همه عضواتی که اینجا در چند دقیقه آینده میان اعلام نظرشون میکنم. تشکر میکنم تیم داستانی و همه شما که به حرف رو گوشتید. متاسفانه وقت ما تموم شده و مجبور هستیم که در این لحظه میزگیر رو به پایان برسیم. من معذرت میخوام خیلی خیلی برم ما امکانش رو داریم به یک نفر دیگه یک دقیقه میگن ما امکان بریم بفرمایید. من از همه بزرگ معذرت میخوام که ما این امکان رو نداریم که صدای تک تک شما عزیزان رو بشنویم. واقعا خیلی دلمون خواهد کرد. برادر بسال شهست از می شد و روز دوازه فرمانخونی سال شهست دو مناسبت روز جمهوری اسلامی همراه 23 نفر دیگر اعدام شد و به قول خودشون قربانی روز جمهوری اسلامی. سه ماه بعد از اون همه اعضای خانواده دستگیر شدن. مادرم، خودم، برادرم هر کدام دو سال بودیم در زندان کشیدم چون زیاد کشیدیم هر دو مخلوقی کنیش از دستم. بعد از اون دو خواهرم که در کوه بود جزء پارتیزان‌ها بود کشته شد و به مادرم جزء یک شکنجه بیش‌آزادی می‌دونستم می‌کردم و سوزون یه میخوای خاطره یادآوری می‌کردم و حتی بهش می‌گفتم که بخواهم اصلا می‌گفتم که پارتیزان رو تو کوه مطمئن باشم اصلا کنم بیاد اونجا بچشم. این چیزی بود که فقط اینجا آرزو داشتم بگم. به مادرم هر سالی آرزویی بداره که جمهوری واجبور بشه به این آرزوی مادر به سمت برسه. آرزوی موفقیت برای همه تو میدارم و بیارم که تو موقع سمت هر چیز بکرد نمیشه. متشکرم از شما. بینندگان عزیز ما باید سریعا موزیدیت رو تموم کنیم. بازار به نتیجه رسیدن. با ما باشید. بازار الان در جایی
خواهش می‌کنم. ببین اینجا بذاریم من میارم پایین، اشکال ندارم. من اگه تو باشی من بعد از که اینا که خوزاد که اومدم میارم پایین سیستم. باشه باشه. خوش سرم هم همینجور بگیر وقتی که اونا میان با هم بیفته بکنم برو با درو رده نه درون در درب بگیم باید ها پشتی خورم بگیم باید در درب بگیم برو دان کف کن ها وجره بوده رو برد دیم موسیقی